خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دو شب قبل همیهنان گرامی در برنامه خودم اعلام کردم که یک نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا نامه نوشته به خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا درباره حمایت از جدا شدن آذربایجان ایران از آران، که ایشون اسم آذربایجان دولت آذربایجان رو بر اون نهاده. و خدمتتون عرض کردم که آقای دکتر گنجی با ناراحتی زنگ زدن و به من گفتن که در این مورد همه رسانه‌های گروهی و همه ایرانیان، چه کسانی که عضو حزب جمهوری‌خواه هستند در آمریکا و چه کسانی که عضو حزب دموکرات هستند، این یه مسئله ملیه، باید اعتراض کنن به این مسئله، به خصوص که در کالیفرنیا، در ایالت کالیفرنیا، اینطور که من شنیدم و آمارانشون میده، حدود 600-700 هزار ایرانی زندگی میکنن. عده زیادی از اینها عضو حزب دموکرات، عضو حزب جمهوری‌خواه هستند و حتی شما در سایت ها فعالیت های اونا رو میبینید. برای تبلیغ آقای میت رامنی خیلی فعالیت میکنن. بنابراین همه کسانی که عضو حزب جمهوری‌خواه هستند در آمریکا و این آقای رور بکر نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا که قرار از اورنج کانتی به اصطلاح ایشون کاندید بشن، نامه نوشته که من این نامه رو خدمتتون میخونم. این وظیفه همه ماست همیهنان گرامی که بعضی از این سیاستمداران آمریکایی که به کلی از تاریخ ایران، از مسائل مربوط به میهن ما پرتن، اصلا آگاهی ندارن. حداقل همونطور که آقای گنجی نامه نوشته به ایشون و درخواست ملاقات کرده، ما هم اعتراض کنیم و یه مقداری از تاریخ رو برای اینا بنویسیم و بهشون اطلاع بدیم که ناآگاهی شما میتونه در سرنوشت یه ملت، اونم ملت ما در این شرایط بحرانی، اثرگذار باشه. همیهنان گرامی، آقای دینا روواکر، این متن گزارش رادیو بی بی سیه که من عیناً براتون میخونم. نماینده جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا در نامه‌ای به خانم هیلاری کلینتون گفته بود دولت آمریکا باید از تجزیه آذربایجان ایران و پیوستن به جمهوری آذربایجان حمایت کند. نامه آقای روباکر 26 ژوئیه، 5 مرداد ماه فرستاده شده بود. آقای روباکر در این نامه به سخنان سیاوش نوروزوف، عضو مجلس دولت آذربایجان، اشاره میکند که 8 پیش گفته بود حدود 16 میلیون آذری در شمال غرب ایران زندگی میکنند و باید این گروه به جمهوری آذربایجان بپیوندند. آقای روباکر آگاهی نداره که اینا 16 میلیون نیستن، اینا 25 میلیونن. آقای روباکر آگاهی نداره که اون آذربایجان که در حقیقت آران اسمش هست، اونجا فقط 8 میلیون جمعیت داره. و این آقای روباکر باز در یک جای دیگه به قرارداد ترکمنچای اشاره میکنه که آذربایجان میان ایران و روس شوروی، اتحاد شوروی تقسیم شده، ببخشید روسیه تزاری. اما ایشون نمیدونه که اون آذربایجانو به اضافه 17 شهر قفقاز، یعنی آرانو، نه آذربایجان، از ایران جدا کردن. بنابراین همیهنان گرام، این ناآگاهی ها رو باید به اینا تذکر داد، بهشون یادآوری شد و بهشون یاد داد. بله، ایشون در قسمت دیگه از نامش اشاره میکنه که آقای روریگر اشاره به گذشته میکند و میگوید این ناحیه، اینجا رو گوش کنید، در سال 1828 به وسیله عهدنامه ترکمنچای خلاف خواسته مردم آنجا میان ایران و روسیه تقسیم شد. حالا یه راه خیلی عاقلانه ایشون به نظر خودشون پیش پای مردم ما میذارن.
می‌فرمایند ایشون در گفتگو با بی بی سی فارسی میگه برای تصمیم گیری درباره جدا شدن استانهای آذربایجان شرقی و غربی از ایران باید رفراندوم برگزار شود. او گفت باید به مردم آذربایجان اجازه داده شود تا درباره مطالباتشان رأی بدن. بعد از گذشت یک ماه از ارسال این نامه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در خصوص این نامه به صورت مختصر با خبرنگاران گفتگو کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت من تنها میتوانم تایید کنم که ما نامه ای از آقای رورباکر دریافت کردیم و با آن هم جواب دادیم. درباره جوابی که به این سیاستمدار جمهوری‌خواه آمریکا داده شده، اما خانم نولان توضیحی نداد. او گفت نمیتوانم وارد جزئیات مکاتبه شوم. آقای رورباکر در این خصوص گفت من نمیگویم که ما باید جدایی طلبی یا ادغام با کشورهای دیگر را به رسمیت بشناسیم، بلکه باید یک رفراندوم گذاشته شود تا مشخص شود آیا این واقعا چیزی است که مردم آذربایجان میخواهند یا خیر. من نمیفهمم این آقای رورباکر چی کار است که از اینجا با هزاران کیلومتر برای مملکت ما تصمیم میگیره. این سیاستمدار آمریکایی همانطور که در آخرین بند از نامه خود خطاب به وزارت خارجه آمریکا نوشته، بر این عقیده است که با حمایت کردن از تفکرات جدایی طلبانه در آذربایجان میتوان به ایران ضربه بیشتری زد تا با بمباران تأسیسات هسته‌ای اون کشور. آقای رورباکر، ایران متعلق به همه مردم ایرانه. ما خودمون گرفتار یک بختک، یک رژیم تروریست، یه عده خونخوار شدیم. حالا شما روی زخم ما هم نمک میپاشید؟ برای لطمه زدن به یک دولت تروریست میخوان مملکت ما رو تیکه پاره کنی؟ این استدلاله؟ خب اگه این طوریه، شما پس در هر کشوری که یک حکومت دیکتاتوری و خوناشام است باید اون ممالک رو تمام رو تکه پارشون کنید. بله ریه. چرا ما فقط؟ آیا این فکر رو در مورد عربستان سعودی هم کردین؟ در مورد اون آران آذربایجانی که شما دارین اینقدر یقه درانی میکنین؟ اون آقای علیف یه آدم دموکراته؟ اون هم مثل مقامات جمهوری اسلامی، اون هم دیکتاتور و مستبده، منتها اینا خوناشامتر از اونن. حالا شما اونو دموکرات میدونی؟ بعد مملکت ما رو آتم بخشی میکنید به اونا؟ او در نامه خود از ایران به عنوان دشمن مشترک آمریکا و اسرائیل نام برده و از همکاری های نظامی اسرائیل با جمهوری آذربایجان متاسفانه البته استقبال کرده و خواهان حمایت آمریکا از همکاری های اسرائیل با حکومت آذربایجان شد. سخنان آقای رورباکر فعالان سیاسی ایرانی در آمریکا را به واکنش واداشته است. خدا پدر این آقای دکتر گنجی بیامرزه که عکس العمل نشون داد و همین ایشون بود که این مطلب رو فاش کرد. دکتر گنجی دبیرکل اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به این سخنان نامه هایی به خانم هیلری کلینتون و آقای رورباکر ارسال کرده. او در این زمینه گفته متاسفانه خیلی از قانونگذارها در آمریکا درباره ایران و تاریخ ایران اطلاعی ندارند. به عنوان مثال آقای رورباکر احتمالا نمی داند که خود این رهبر فعلی جمهوری اسلامی آذری است. آقای گنجی در ادامه گفته در خیلی از موارد نه تنها این افراد از آنچه در ایران می‌گذرد بی اطلاع هستند، بلکه علاقه‌ای هم به دانستن از خود نشان نمی‌دهند و بدون دانش کافی درباره ایران اظهار نظر می‌کنند. واقعاً درست.
این فعال سیاسی ایرانی گفته که قرار ملاقاتی با آقای روربکر گذاشته و میخواهد در این دیدار اطلاعاتی به او بدهد. از سوی دیگر محمد امینی، مورخ و فعال سیاسی در کالیفرنیا، میگوید که پیش از این تحریک برای تجزیه طلبی از سوی نو محافظه‌کاران نیز فعالیت شده بود. نو محافظه‌کاران جمهوری‌خواه. اما به گفته او اکنون تحریک‌ها برای تجزیه طلبی از دو طرف حمایت می‌شود متأسفانه. یکی از عربستان که با پول و هزینه این کار را تأمین می‌کند، با پول و هزینه این کار را تأمین می‌کند و سخت در سودای تضعیف ایران و کاستن از نفوذ شیعه در این منطقه است. قدرت دومی که در این اواخر در این ماجرا دست دارد به گفته او دولت اسرائیل است که اصولا به تنش‌های خاورمیانه به دید مثبت نگاه می‌کند، چرا که تنش‌ها را از اسرائیل معطوف می‌کند به نقاط دیگر خاورمیانه. همینان گرامی، من از همه ایرانیان در سراسر آمریکا و سراسر جهان درخواست میکنم نامهای اعتراض بنویسن. اینا رو شوخی نگیریم همینان گرامی، اینا شوخی نیست. آقای اوباما میان صحبت میکنن با حاکم شیخک امارات متحده عربی حاتم بخشی میکنن، میگن بله این باید در دادگاه‌های بین‌المللی این سه تا جزیره مورد بررسی قرار بگیره. یه نماینده جمهوری‌خواه میگه ایران آذربایجانش باید تجزیه بشه به اون منطقه اران بپیونده. بعد دولت روسیه و اون بقیه کشورهای دیگه که از خود ما جدا شدن راجع به دریای خزر تصمیم میگیرن. اینا شوخی نیست همینان گرامی، اینا با سرنوشت ملی ما ارتباط داره و باید عکس العمل نشون داد. من خواهش میکنم به این آقای روربکر از کسان ایرانیانی که عضو حزب جمهوری خواه هستن فشار بیارن و به ایشون تهدید کنن که اگر اینطور بشه رأی نمیدیم بهتون در کالیفرنیا. ایشون باید قدرت ایرانی ها رو بدونه، چه از نظر مالی و چه از نظر علمی. اما عمیانانی گرامی، چمین دوباره پریشب من در برنامه گفتم خدمتون که یه عده کسانی که از جوانهای ایرانی، بچه‌های ایرانی، دانشجوها، زنان، مردان بعد از زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی حادث شد دیدن که دولت، این دولت قدرقدرت جمهوری اسلامی، ارزه مدیریت این زلزله شش ریشتری رو نداره، نمیتونه به مردم کمک برسونه. اینا که ادعای مدیریت جهانی میکنن، ارزه رساندن کمک به یه عده زلزله زده رو ندارن. 1010 ده و شهرک در این زلزله شش ریشتری بین 50% تا 100% خسارت دیده. بعدم سرپوش گذاشتن، معلوم نیست حقیقت داره یا نه، گفتن 360 نفر کشته شد. آقای عکاشه، گفتم دوباره میگم، پدر زمینشناسی در ایران و علم زلزله، ایشون میگه اصلا با یک زلزله شیش رشتری هیچ کس نباید بمیره، یک نفرم زیاده. تازه این زلزله ساعت 5 بعد از ظهر اتفاق افتاده، اکثر مردم چون تابستونم بوده در خارج از خانه ها بودن، بنابراین واقعا نباید کسی کشته می شد. اما خب شدن، مقدار زیادی این وسائل کمکی که مردم می خواستن به مناطق زلزله بفرستن می رفت تو دست این دولتی های دزد و جانی و اینا نمیدادن به مردم. مردم هم به اینا اعتماد ندارن. ورزشکاران، هنرپیشگاه، کارگردانها همه راه افتادن توی این قسمت های زلزله زده و شروع کردن جمع‌آوری کمک از مردم در تبریز، در رضاییه، در مشهد، در تمام کلان شهرهای ایران. ایران یک پارچه شد برای کمک به مردم آذربایجان شرقی.
و در این فعالیت مردمی دانشجویان دختر و پسر بیشتری نقش رو داشتن. خب جمهوری اسلامی بی‌عرضگیش مشخص شد دیگه، نه مردم به اینا کمک کردن چون در بم دیده بودن، در بم دیده بودن که اینا تمام چادرا رو، تمام کمک‌های دولت‌های خارجی رو خوردن و به دست مردم چیزی نرسید. هنوز 50% بم همونطور خراب است. اون قسمت‌هایی هم که درست شده به وسیله مردم بوده، نه این بی عرضه ها، نه این دزدا، نه این جانیا. رهبرشون هم آمد و سوار یه ماشین و پر از مامورین امنیتی و از اون بالا اینجوری اینجوری و یه عده از این عوامل خودشون اراذل اوباش هم آوردن و شروع کردن صلوات فرستادن، صل علی محمد، بوی نمیدونم فلان. رهبر آمد از این مزخرفا، ایشون هم از اون دور یه در مورد تفقد قرار داد و بعدم رفت. همین کارم در مورد آذربایجان کردن، اومدن منطقه رو امنیتی و همه رو بگیر ببند و یه در اراذل و اوباش از این ور اون ور جمع کردن. اینا اومدن و صلوات یکی دو سه نفرم جمع کردن، از دور گریه میکردن فقط. ایشون هم دستشون رو میکشن رو کله اون آدم ها، اصلا اونا محلی نبودن حتما. حالا بچه ها اومدن شروع کردن کمک کردن، مردم خودشون انبارای درست کردن موقت، شروع کردن این کمک های مردمی رو جمع کردن، خودشون توزیع کردن تو مردم، برای که میدونستن اینا نمیکنن. بعد یهو گفتن نخیر، سپاه آمد همه جاری گرفت، خبرنگارا رو بیرون کردن، عکاسا رو بیرون کردن. ایرانی دیگه، ایران جمهوری اسلامی همینان گرفت، خبرنگار باید کتک بخوره، خبرنگار اصلا محرم نیست که، نه تو مجلس باید بره نه تو جلسات. بدترین صنف تو ایران شدن خبرنگاران، کتک بخورن، بی حرمتی، توهین، فوش و عکاسای روزنامه. سپاه اومد همه جا رو گرفت، بعدم گفتن حالا کمک‌های خارجی رو قبول میکن که بخورن دیگه. همه کمک‌های مردمی رو هم دست انداختن روش. این بچه‌هایی که رفت بودن، بوده 50-60 نفر بودن، اینا نذاشتن، گفتن ما نمیذاریم این کمک‌هایی که جمع کردیم دست شما بیفته. ریختن محاصرهشون کردن، بچه‌ها رو گرفتن. پریشب براتون گفتم که نوشتن این اجناسی که دست این جوون‌هاست، این بچه‌هاست، اینا تاریخ مصرف غذاهاشون گذشته. تو رو به خدا ببینین کیا این حرفا رو میزنن. کسانی که ارزه ندارن تو مملکت، مرغ کمه، برنج کمه، گندم کمه، هر چیزی که شما فکر کنید کمه. بعدم گندمایی که آلوده هند و برنجای آلوده هند و نمیدونم واسه دواهای آلوده چین و اینا حالا اومدن میگن غذاهایی که اینا برای یک زلزله زده ها آوردن تاریخ مصرفش گذشته. حالا اونی چی؟ اونو پریشب گفتن. اما این جالبه، امروز آقای علیرضا بیجی استاندار آذربایجان شرقی گفته اینا که اومده بودن اونجا به مردم کمک کنه، اینا باهایی بودن، اینا اومدن تبلیغات باهایی بکنن. بعدم دیده خب این باهایی کمه، گفته اینا هم باهایی بودن، هم کمونیست بودن، هم جزء منافقین بودن، هم جبهه ملی بودن، هم سلطنت طلب. چهل نفر بچه ها رو گرفتن، همه اینا رو به هر کسی که میخواستن چسبوندن. و اینا کسایی بودن که مصاحبه کردن با رادیوها و تلویزیونهای بیگانه و در این مصاحبه هاشون سعی کردن کمک ها و نمیدونم مدیریت که دولت کرده زیر سوال ببرم. اینو آقای علیرضا بیجی استاندار آذربایجان شرقی گفت. بعد دیدن کم این حرفا، آقای رئیس مالک اجدر شریفی، اسوارو مالک اجدر شریفی، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، با تایید بازداشت بیش از 30 نفر در مناطق زلزله زده آذربایجان اعلام کرده که این افراد دوم شهریور ماه سال جاری دستگیر شدن و تعدادشون بیش از 30 نفر است، نمیگه مثلا 50 نفر، بیش از 30 نفر. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اتهامات دیگری
به فعالان مدنی بازداشت شده در مناطق زلزله زده گفت زده وارد کرده و گفته بود تعدادی از این افراد به نام امدادرسان برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی وارد این منطقه شدند، اما چون اقلام و اجناسی که برای کمک رسانی همراه خود داشتند از تاریخ مصرف آنها گذشته بود بازداشت شدند. بعد میگه اینا کسانی بودند که در این منطقه، حالا شما فکر کنید یه نفر بچه زیر خاکه، زنش زیر خاکه، پدرش کشته شده، بعد حالا یه نفر میخواد بیاد تبلیغات باهایی کنه، آخه دیوانه نیستن اینا؟ آدمای دروغگو ابله میشن آخه بعضی وقتا. حالا اون پیرمردی که بچه‌هاش زیر خاک موندن، یه نفرم بیاد بگه آقا باهایت خیلی خوبه، شما اگه باهایی آخه چی این اون موقع آخه تبلیغ میشه کرد این آدمو؟ بعد روزنامه‌های دیگه امروز ایران، حالا میریم تو مسئله کنفرانس غیر متحدان، چه داستانایی خواهیم داشت. حالا اولا که همینانی گرام اینا سعی کردن این کنفرانس غیر متحدها رو تبدیل بکنن به بزرگترین واقعه قرن 21 که نشده. این آقای خاون در مصاحبه با رادیو فردا حرف قشنگی زده، گفته که حتی این کنفرانس که در تهران تشکیل شده نتونسته در ستونای وسط روزنامه‌های دنیا جای پیدا کنه چون اهمیت نداشته. شما میدونید که در 1950، همون اوایل 1950، به دلیل جنگ بین الملل دوم که اتفاق افتاده بود، یه طرف جهان دست اتحاد جماهیر شوروی و اون کشورهای تحت به اصطلاح قیمومیتش بود، این طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای طرفدار آمریکا. در این وسط یه عده کشورهای آمدند و اتحادیه کشورهای غیر متحد و بیطرف رو تشکیل دادن که در رأسشون نهرو از هند بود، ناصر از مصر بود، خدمت شما عرض کنم که از اندونزی دکتر سوکارنو بود، این چند نفر بودن، تیتو بود رئیس جمهور یوگسلاوی، قوام نکرومه بود، اینا آمدن کنفرانس غیر متحدها رو تشکیل دادن و قصدشون این بود که از تجاوز این کشورهای بزرگ مثل اتحاد شوروی و آمریکا، ایالات متحده، به منافع کشورهای بیطرف و جهان سومی جلوگیری کنه. این خواسته این جریان بود. خب حالا دیگه دنیا از اون شکل آمده بیرون. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از بین رفت. الان خود هند تبدیل شده به پنجمین قدرت جهان. برزیل چهارمین قدرت جهان، چین دومین قدرت جهان. دیگه تموم شد اون جریانات. بنابراین الان دیگه اتحاد جماهیر شوروی و نمیدونم ایالات متحده آمریکا نیست و این کسانی که الان در کنفرانس تهران جمع شدن. شما تا به حال مثلا میدونستی که در 3 سال گذشته مصر رئیس نمیدونم غیر متحدها بوده؟ هیچ کس نمیدونست، من هم نمیدونست. حالا اینا آمدن یک کنفرانس در تهران تشکیل با بیاب و برو میلیارد ها خرج، میخوان بگن آقا قدرت ایران چنونه که ما در تهران کنفرانس غیر متحد ها تشکیل بدیم، 120 کشور و رهبرانشون شرکت میکنن. امروز فاش شده 10 نفر از رهبران درجه 1 نیامدن. آقای چاوز گفته نمیام، مریض دیگه. پوتین نیامده. خب همینان گرامی این گزارش بی بی سی رو که شنید. اما این کشورهایی که اینا اینقدر راجبش تبلیغ کردن و میگن جمهوری اسلامی با این برگزاری این هرچه با شکوه‌تر این کنفرانس که از فردا کنفرانس سران به اصطلاح شروع شد، توانسته قدرت و مدیریت خودشو در سطح جهانی نشون بده. براتون میخونم که چه کشورهایی اکثریت این نشست رو تشکیل میده. نوشته که گرچه نشست تهران، این مال دویچه وله است، گزارش دویچه وله است، میگه گرچه نشست تهران در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد موسوم به نم کانده میشود، شمار رهبران این کشورها به ویژه کشورهای مهم به انگشتان دست نمیرسد. بر اساس خبرهایی که
در منابع رسمی و نیمه رسمی منتشر شده است، از میان 126 کشوری که در نشست تهران شرکت دارند، حد اکثر 38 کشور را مقامی در حد رئیس جمهور، نخست وزیر و یا معاون وزارت خارجه شرکت دادند. مطابق جدولی که خبر آنلاین از روز چهارشنبه امروز 8 شهریور منتشر کرده، کشورهای بی اهمیتی چون اوگاندا، بورکینافاسو، بوتان، تیمور شرقی، جیبوتی، سوازیلند، سورینام، کنگو، گینه بیساو، لسوتو، گابون، بنین، زیمبابوه از جمله این 38 کشور است که رهبرانشون بعد. همینان گرامی، بعد از مدت‌ها امشب در زمینو بگم که آقای بانکیمان هم رفتن به حضور آقای رئیس روزخانها و سخت در مورد نقض حقوق بشر از ایشون انتقاد کردن، ولی روزنامه‌های ایران نوشتن بله ایشون آمد در خدمت مقام رهبری و مقام رهبری چند تا تذکر و چند تا به ایشون پند دادن و با آقای بانکیمون گفتن چه کارهایی بکنید. به بله این صحنه ملاقات آقای بانکیمون با مقام معظم روزخان بزرگ. اما عمیانان گرامی، بعد از مدت‌ها دوست و همکار قدیمی من، روزنامه‌نگار برجسته علی ظاهرزاده، از مسافرت اروپا 3-4-5 ماه طول کشید برگشت و من خوشحالم که بار دیگر امشب در برنامه خودم با علی ظاهرزاده صحبت میکنم در مورد انتخابات، کاندیداهای انتخابات در آمریکا، آقای رامنی و این پل رایان معاونش که معرفی کرده و این گرده همایی بزرگ حزب جمهوری خواه. آقای ظاهرزاده درود بر شما. درود بر شما جناب آقای فرجی دوست عزیز و بعد از مدت ها سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و به ویژه هم میهنان گرامی. آقای ظاهرزاده مسافرت خوش گذشت به شما؟ والا مسافرت خیلی طولانی بود نیست؟ این ماه نزدیک به یک سال دیگه، ترکیبی از خوشی و ناخوشی هست قاعدتاً. چقدر طول کشید؟ یک سال؟ خب البته یکی دو بار برگشتم ولی من یه چیز دارم این حدودا. خب آقای ظاهرزاده، حالا که برگشتین خوشبختانه موقع فعالیت‌های انتخاباتی هم هست. خب میدونید که در فلوریدا این کنگره بزرگ، کنوانسیون بزرگ حزب جمهوری‌خواه تشکیل شده. قرار بود که به دلیل اون گردباد بسیار شدیدی که اومده این به اصطلاح گردهمایی تشکیل نشه، ولی بالاخره تصمیم گرفتن برگزار کنن، زمانشو کوتاه‌تر کنن. بالاخره آقای میت رامنی و فرد دوم یعنی معاون ایشون آقای پل رایان اکثریت نماینده ها بهشون رأی دادن و ایشون شد علنا نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا. بفرمایید اوضاع چه خبره در اونجا تا من سوالات دیگه هم مطرح کنم. اوضاع از نظر جلسه و حالی که داره و اینکه چگونه پیشرفت میکنه، خب به طور اصولی این کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه است که البته درست معادل اون حزب دموکرات هم در آینده نزدیک این هفته آینده خواهد داشت و این تجمع نمایندگان این حزب یا به عبارت صحیح انگلیسی اون دلیگیشن ها، یعنی اونهایی که طرف رای دهندگان خودشون به نیابت انتخاب میشن و در این کنوانسیون شرکت میکنن، رسمیت بخشیدن به اون چیزیست که تا حالا رای دهندگان آمریکایی در حزب جمهوری خواه مورد نظرشون بوده و اون با رأیی که دادن انتخاب آقای میت رامنی به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواست و البته آقای رامنی یعنی در حال حاضر و به طور کلی اصولی اون نماینده منتخب که از طریق اکثریت آرای مردم انتخاب میشه، اون وقت با توجه به ثوابدیدی که خودش داره و تیمی که خودش میگیره معاون خودش رو انتخاب میکنه که البته حالا نمیخوایم وارد مسائل مباحث تاریخی و گذشته و دور و دراز بشیم،
کلی متفاوت است با اون چیزی که مثلا فرض کن در اوایل کار و اون کنوانسیون ها در قرن 18 و اون موقع بوده و کاملا تقریبا میشه گفت فرق میکنه. ولی به هر صورت معاون رو اون وقت این فردی که از طرف رأی مستقیم مردم انتخاب شده برمیگزینه و این کنوانسیون اون وقت با شرکت اون دلیگاسیون ها یا دلیگیشن هایی که هستن رسمیت میده به قضیه و آقای رامنی رو در حاضر به طور مشخص و رسمی به عنوان کاندیدای حزب معرفی میکنه و آقای پورایان رو هم که از طرف خود آقای رامنی انتخاب شده به عنوان معاون ایشون. و اینا از این لحظه به بعد، البته آقای رامنی به طور رسمی فردا این کاندیداتوری رو خواهد پذیرفت، ولی آقای پول رایان امشب به عنوان کاندیدای معاونت ریاست جمهوری با قبول این کاندیداتوری بهش رسمیت داد و در حال برای مبارزات انتخاباتی آینده که در برابر آقای اوباما قرار خواهد گرفت حاضر خواهند بود. خب آقای زاهرزاده عزیز، الان یه بحث که پیش میاد اینه، ببینید در دوره گذشته در برابر آقای اوباما آقای مککین بود. مککین یه سیاستمدار بسیار پخته بود، سیاستمداری بود که بسیار استخواندار بود، در داخل جمهوری خواهان خیلی نفوذ داشت، ولی در برابر آقای اوباما که با به اصطلاح شعار تغییر آمده بود شکست خورد و شکست بدی هم خورد. حالا از نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی، وزن این آقای رامنی میتونه هم وزن باشه با آقای مثل رام آقای مککین؟ و آیا اینا واقعا هم آقای رامنی و هم آقای پول رایان میتونن در برابر آقای اوباما و به اصطلاح کاندیدای حزب دموکرات اصلا اینا عرض اندام بکنن؟ یعنی قدرتی هستن که بتونن مقابله بکنن؟ وزن آقای رامنی و این آقای رایان چی هست؟ من شنیدم اینا خیلی گاف کردن در حرفاشون، چه مسافرت که آقای رامنی به خاورمیانه کرد به خصوص در اسرائیل و چه صحبتایی که اخیراً این آقای رایان میکنه. نظر شما رو می‌خواستم بدونم. البته در این چند جمله که فرمودید مسائل بسیار متعددی میتونیم صحبت کنیم. بله بودیم بحث کنیم. آره، و در مورد صلاحیت آقای، حالا تا اونجایی که به خاطرم بمونه عرض میکنم، در مورد اینکه آقای رامنی صلاحیت نمایندگی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا رو دارند یا نه، با توجه و در مقام مقایسه با سایر کاندیداهایی که تا حالا بودن تقریبا میشه گفت که جواب مثبته. و توجه داشته باشیم که آقای رامنی سوای سوابقی که در به قول اینجا در بیزینس دارن، در کسب و کار و تجارت و اداره امور بسیار وسیع و گسترده‌ای در این زمینه ها داره، ایالت ماساچوست هم بودن. بله بله. و خب تقریبا در تاریخ آمریکا اگر نگاه بکنیم شاید چیزی حدود فکر میکنم 17-18 فرماندار ایالتی به مقام ریاست جمهوری رسیدن آقای فرجی در این تاریخ 230-240 ساله. بله. و به اضافه همونطور که اشاره کردم تجربه ایشون در بیزینس هست. بعد مسائل دیگه ای هست مثل ریاست و سرپرستی المپیک زمستانی که در ایالت یوتا برگزار شد و المپیکی که گفته می شد با وضع بسیار مصیب واقعا مواجه شده بود، ولی به هر صورت با اومدن آقای رامنی نه تنها با موفقیت بسیار برگزار شد، ولی بر اساس اونطور که صاحبان نظر و متخصصان امور المپیک میگن یکی از موفق ترین المپیک ها بود و بعد از برگزاری صدها میلیون دلار در واقع اضافه بودجه داشته با در واقع مقایسه با اینکه چه مصائب و مشکلاتی پیش از اون داشت. و خود این خیلی به هر صورت جمهوری خواهان روش انگوش میذارن و شاید تا حد زیادی هم حق داشته باشن. بله آقای
زایرزاده. آقای زایرزاده، از رهبر، از رؤسای جمهوری سابق مثل بوش پدر، بوش پسر در این جلسات من شنیدم شرکت نکردن. بوش پدر که بوده فکر میکنم نزدیک به 90 سال یا 87-8 سال حداقل سن دارن ایشون و دچار بیماری هستن و تعرق براشون یه مقدار مشکله. و بوش پسر هم یعنی جورج دبلیو بوش از زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور شدن، حالا به هر دلیلی که معمولا تقریبا رواله البته همه رؤسای جمهور آمریکاست، ولی به ویژه در مورد ایشون خیلی خودش رو دور نگه می‌داره، وارد صحنه نمیشه و میخواد که به قول معروف مطرح نشه و هم چندین بارم ذکر کرده که در هر آن آمریکا فقط یک رئیس جمهور داره. ولی اتفاقا امشب که دومین شب کنوانسیون جمهوری خواهان در شهر تمپا بود، یک ویدیویی نشون دادن که تقریبا مفصل بود و هر دو رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی پدر و پسر شرکت کردند و در این ویدیو خیلی روشن از آقای رامنی پشتیبانی کردند و همچنین همسران هر دو که به عنوان اول آمریکا بودن هر یک به نوبه خود هم شرکت کردند و در این زمینه صحبت کردند به طور مفصل. خب آقای زایرزاده، خانم گوندولیزا رایس هم مثل که شرکت کرد در این گرد همایی نیست؟ بله، امشب خانم گوندولیزا رایس یکی از سخنرانان بسیار برجسته بودند که در این کنوانسیون سخنرانی کردند و سخنرانی بسیار مؤثری انجام دادند و تمام افرادی که اونجا بودند تا اونجایی که از مشاهده برنامه‌های تلویزیونی میشد استنباط کرد تحت تاثیر قرار گرفته بودند و البته فرصت نیست که وارد جزئیات صحبت‌های ایشون بشیم. در و با توجه به تجربه‌ای که ایشون دارن، وزیر امور خارجه آمریکا بودن، مشاور امنیتی رئیس جمهور بودن، بسیاری از مسائل امور خارجه آمریکا پرداختن و در هر زمینه‌ای همونطور که عرض کردم با توجه به تجارب و سابقه‌ای که دارن با عمق بسیار خوبی به این مسئله پرداختن و در تمام این زمینه‌ها انتقادات شدیدی رو متوجه باراک اوباما کردن و به طور کلی میشه گفت که سیاست خارجی ایشون رو برخلاف اون که خیلی ها امروز در آمریکا معتقدن که یکی از زمینه‌های موفقیت اوباما رو اگر بخوایم روش انگشت بذاریم سیاست خارجی بوده، ایشون تقریبا به طور تام و تمام رد کردن. خب آقای زایرزاده، این چیزهایی که امروز اعلام شد در این به اصطلاح کنوانسیون، یکی این بود که دولت رو تصمیم گرفته آقای رامنی و معاونش کوچک بکنه، دولت رو محدود بکنه. بعد دوم مخالفت با ازدواج همجنسگرایان و نیز مخالفت با سقط جنین در هر حالتی، حتی اگر در پی تجاوز، زنای به عنف یا حتی وقتی جان مادر به دلیل بارداری در خطر باشد را اعلام کرد و گفت برای سقط جنین هیچ گونه استثنایی قائل نیست. خب اینا عده زیادی از زنان مخالفت به مخالفت با می داره، درسته؟ البته به طور سنتی زنان آمریکایی همیشه متمایل به حزب دموکرات هستند و بودن و جمهوری خواهان در این زمینه ها یک مقدار اعتقاداتی دارن که به هر صورت با وضع و حال روز چندان سازگاری نداره، ولی به هر حال اینها در حد مثلا عرض کنم حضور شما یک مسائل عمده مثل اوضاع اقتصادی، وضع بیکاری و چیزهای از این دست نیست و اینکه هم جنس با اینا مخالف ازدواج هم جنس گرایان هستند یا نیست. خود آقای اوباما هم به طور اصولی اتفاقا مخالف مثلا این نظر هستش و به هیچ وجه پشتیبانی علنی تا حالا از این مسئله نشون نداده و اینها به هر حال در حدی نیستن که با مسائلی از قبیل اون چیزی که اقتصاد آمریکا امروز به عنوان یک وضعیت، البته همیشه میشه گفت که اقتصاد در مرحله اول قرار داره، ولی به هر صورت در حال حاضر در مقام مقایسه با اون نیستش و
اینکه دولت رو میخوان کوچیک کنن یا نکنن، این خب یک فلسفه است که حزب جمهوری خواه همیشه مطرح کرده و کوچک کردن دولت رو به عنوان این مطرح میکنن که در امور مردم کمتر دخالت کنن، حالا چه از جنبه اقتصادی باشه چه از جنبه اجتماعی باشه و مسائل دیگه، و اینکه دست آدم هایی که به کسب و کار رجوع میارن و شرکت ها بازتر بشه و کمتر محدودیت داشته باشن و قید و بند ها در برابر اونها کمتر باشه، در نتیجه به گمان اینها و با بر مبنای اعتقاداتی که اینها دارن، این باعث شکوفایی اقتصادی بیشتر و ایجاد کسب و کار خواهد شد و هر گونه مداخله دولت، مخصوصا برنامه های عریض و طویل دولت و پول خرج کردن های بسیار زیاد دولت رو در زمینه های مختلف به گمان این که وضع مردم رو بهتر خواهد کرد باش مخالفن، چون همه این چیزها رو نوعی اسراف میبینن و به هر صورت هیچ سازندگی در اون نمیبینن که موجب اشتغال بشه، بلکه عکس اون صادق است البته از نظر اینها، و این که این گونه وضعیتی باعث میشه که ابتکار مردم برای رو آوردن به کسب و کار، عرض کنم حضور شما، خطر پیشه کردن برای کسب و کار که همه اینا باعث شکوفای اقتصاد میشه، اینها رو خفه کنه و اینها رو از بین ببره. اینها یک سری اختلافات فلسفی اقتصادی است که به طور اصولی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بوده و مخصوصا جمهوری خواهان در این زمینه انگشت میذارن، فرض کنید روی سابقه رؤسای جمهوری که خب بیشتر اسمشون مطرح است تو این زمینه، مثل رونالد ریگان که بعد از آقای جیمی کارتر با اون وضعیت اقتصادی بهره 20% و بیکاری 10-12% اومد سر کار، و این روش ها و این راه های که جمهوری خواهان مطرح میکنن در پیش گرفت و نتیجتاً بعد از اینکه 8 سال جمهوری ریاست جمهوریشون تمام شد، وضعیت آمریکا از نظر اقتصادی اصلا قابل مقایسه نبود، یا در مورد جمهوری خواهان دیگه، یا اینکه حتی فردی مثل کلینتون رو مطرح میکنن. بله، آقای کلینتون علارغم اینکه یک رئیس جمهور دموکرات بود، ولی به علت اینکه حالا با همکاری با مجلس آمریکا، هر دو مجلس آمریکا یعنی سنا و همچنین مجلس عوام، هر با همکاری با اینها دست به یک سری اقداماتی در همین زمینه‌های زد که بیشتر متمایل به نظرات جمهوری خواهان بود، آدم بسیار موفقی بود و یعنی در نظر اقتصادی نتایج بسیار موفقی داشت و آمریکا واقعا وارد یک دوران شکوفایی شد، و البته از اون طرف هم مثال‌های دیگری رو میارن در زمان رؤسای جمهوری که به این مسائل پایبندی نشون نمیدادن و سیاست‌های دیگر رو اتخاذ می‌کردن. اینا یک سری اختلافات اقتصادی فلسفی است که حالا در عمل و در اصولی باید به تاریخ مراجعه کرد و دید که چه شد. آقای زاهرزاده، 2 دقیقه ما فرصت داریم. من از شما می‌پرسم این آمارهای جدیدی که مؤسسات آمارگیری گرفتن وضع دوتا کاندیدا رو چجوری نشون میده؟ من فکر میکنم در مقام مقایسه با انتخابات پیشین، اوباما واقعا در شرایط بسیار بدی قرار داره، در شرایط سختی قرار داره، و یکی از شاخصهایی که حتی خیلی چیزا هست که میتونیم بهش بپردازیم، به قول شما در این 2 دقیقه فرصت نیست، این تأییدی است که مردم آمریکا مثلا از رئیس جمهور میکنن و تأیید مثبتی که از ایشون دارن الان یه چیزی زیر حدود 45% است، و تقریبا ما هیچ وقت ندیدیم که رئیس جمهوری برای دور دوم با یک چنین حدی مجددا انتخاب شده باشه. و آقای رامنی چقدره؟ آقای رامنی البته مسئله که اون کسی که در امروز رئیس جمهوری است در این زمینه بیشتر مهم است. آقای رامنی در این وضع مشخص بالا پایین بودنشون به اون اهمیتی نیست که آقای اوباما است. در زمینه آقای رامنی باید برگردیم ببینیم که دید مردم آمریکا از نظر اینکه ایشون در مورد اقتصاد چه کار میتونن بکنن یا چه کار نمیتونن بکنن و چه توانایی دارن،
اینها مهم است و در از نظر مقایسه این که در ایالت‌های مختلف آمریکا، یعنی در 50 ایالت آمریکا، در کدوم ایالت‌ها ایشون جلوتر هستن یا پیشتر هستن، که برمی‌خوره به اون یک سیستم به خصوصی که توی آمریکا هست و هر ایالتی یک سری رأی مشخص داره و مجموعه اینها باید به حد نصابی برسه که بعد اون طرف بتونه برنده بشه. اینها بیشتر مهم هست در این زمینه وقتی که مربوط به کاندیدای مقابلی که فعلا در قدرت نیست میشه. بسیار سپاسگزارم آقای زارزاده گرامی. تا هفته دیگه که امیدوار هستم فرصت‌های بیشتری داشته باشیم بتونیم راجع به انتخابات آمریکا صحبت کنیم. با درود فراوان. قربان شما. خب همیانان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. فراموش نکنید اعتراض با آقای رورباکر. همیانان گرامی، تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.